سراغ مفهوم بعد هدایت الکتریکی چی میگه این هدایت الکتریکی بزرگوار خوب دقت کن بیا تو تابلو اگه خاطرت باشه من گفتم این الکترون وقتی میخواد حرکت بکنه خیلی کارش سخته فرض کن یه تیکه سیم هادیه مثلا از جنس مس میخواد حرکت بکنه درسته بله وقتی حرکت میکنه قاعدتا میخوره به یه سری ناخالصیایی میخوره به اتم ناخالصی میخوره به مولکولای دیگه میخوره به الکترونای دیگه سخت کارش اگر خوب گوش کن اینجا من مثال, مثال زدم توی مس قاعدتا الکترون راحت حرکت میکنه چون هادی خیلی خوبیه اصطلاحا چون خیلی راحت حرکت میکنه میگیم مقاومت مس کمه یا به عبارتی میگیم گذردهی الکترون تو مس خیلی خوبه یا هدایت الکتریکی مس خیلی خوبه اوکی اینا همش یکی ها اما برعکس اگه ما یه ماده دیگه ای داشته باشیم الکترون به راحتی نتونه حرکت کنه باش مقابله بشه مقاومت بشه مانع سر راه حرکت الکترون وجود داشته باشه میگیم گذردهی الکترون خیلی ضعیفه تو این ماده اصطلاحا میگیم هدایت الکتریکی ضعیفه اصطلاحا میگیم مقاومتش خیلی زیاده پس خیلی قشنگ شده هدایت الکتریکی در برابر مقاومت الکتریکی پس هدایت الکتریکی خوب گوش کن عزیز جان خیلی با اینا کار داریم تو خدا خوب دقت کن تو لیول های پیشرفته اتوماسیون وقتی میخوای با یه سنسوری تحت عنوان لود سل کار بکنی این به دردت میخوره مثال میزنم ببینی وقتی میخوای با مقاومت یه سیمی به دست بیاری وقتی میخوای محاسبه بکنی چه سیمی که میخوام بندازم برای این دستگاه آتیش میگیره یا آتیش نمیگیره اینا همش به درد میخوره یعنی علکی قرار نیست یه بحثی رو باز بکنی لذا یه تئوری یه فکری یه چیزی پشتش بوده پس خوب دقت کن هدایت الکتریکی دقیقا مخالف با مقاومت الکتریکی یعنی چی یعنی اگه قربونت برم هدایت الکتریکی یک ماده خوب باشه یا عالی باشه بهتره بگم عالی هدایت الکتریکی یه ماده عالی باشه مقاومتش ضعیفه یا کمه اگه مقاومت الکتریکی یه ماده بالا باشه هدایت الکتریکیش ضعیفه یعنی این دو تا مفهوم کاملا برعکس هم تا اینجا رسیدیم دو تا مفهوم خیلی قشنگ دیگه هم بگم فرض کن من یه سیمی دارم به سطح مقطع یه میلیمتر مربع طول این سیمه چقدره؟ یک متر اگه من بیام با یه دستگاهی با یه تجهیزی هدایت الکتریکی این سیمه رو اندازه گیری بکنم مقداری که به دست میاد تحت عنوان هدایت مخصوص این سیم تلقی میشه اسم برده میشه اوکی؟ پس ما یه مفهوم جدیدی تحت عنوان هدایت الکتریکی ویژه یا مخصوص رو فهمیدیم هدایت الکتریکی ویژه یه جسم یه سیم یعنی چی؟ یعنی اگه من یه سیمی داشته باشم از یه جنسی فرض کن مس از یه ماده ای فرض کن آلومینیوم بیام این سیمه سطح مقطعش یه میلی مربع باشه طولش یه متر باشه بیام هدایت الکتریکیشو اندازه گیری بکنم یه عددی به من میده اون عدد رو بهش میگم هدایت الکتریکی ویژه یا مخصوص یه ذریبه یه ذریبه با چی نشونش میدم با کاپا بهش میگن کاپا کاپا شبیه ایکس شما فرض کنین ایکس کاپا چه واحدی داره واحدش هست متر بر اوهم میلیمتر مربع همینجا کنارش یه اصطلاحا یه خواهر هم داره یه خواهر خونده هم داره تحت عنوان مقاومت الکتریکی ویژه کار دارم با اینها بزرگ اوا خوب دقت کن مقاومت الکتریکی ویژه دقیقا برعکس هدایت الکتریکی ویژه است یعنی مقاومت الکتریکی بچه با مقاومت مخصوص اصطلاحا هم بهش میگن خیلی به درد میخوره این لعنتی بسیار به درد میخوره با رو نشونش میدیم با رو بهش میگیم رو رو مساویه با یک به کاپا یا کاپا مساویه با یک به رو اینا همش یکی دقیقا برعکس همه اوکی باز اگه من بیام همین سیمه که سطح مقطعش یه میلیمتر مربعه و طولش یک متره مقاومتش رو اندازه گیری بکنم خوب گوش کن به یه عددی میرسم اون عدد رو بهش میگم مقاومت مخصوص یا مقاومت الکتریکی ویژه یا رو این خیلی مهمه ها فوق مهمه مهم حالا خوب گوش کن یه کاری من اینجا دارم خیلی مهمه ما یه فرمولی داریم عزیز جان میگیم اگر بخوایم مقاومت یه فلز رو به دست بیاریم یه فرمولی داریم تحت عنوان در واقع مقاومت الکتریکی رو دارم میگم آر گوش کن آر مساوی با رو ال به آ یعنی رو و ال تو صورت کسره مقاومت مخصوص زب در طول سیم اگر بخوام مقاومت سیم بیاره. رو به دست بیارم رو ضبط در طول سیم تقسیم بر سطح مقطع سیم سطح مقطع به میلیمتر مربع طول به متر اینا در واقع دیمانسیونشه بعدشه واحدشه رو هم که گفتم برعکس اینه یعنی اوه میلیمتر مربع به متر چیزی که به دست میاد واحدش هست اوهم حالا خوب گوش کن خیلی کار داریم ما خیلی کار داریم چی میخوای بگی های فرادی اگر تو بخوای رفیق مقاومت یه سیمی به هر طولی با هر سطح مقطعی رو به دست بیاری باید بیا از این فرمول استفاده کنی این فرمول تو های پیشرفته اتوماسیون به دردت میخوره خیلی اصلا این فرمول کلن عین آدرس خونهتون بسبر به ذهنت میگه چی این فرمول میگه مقاومته جسم مقاومته سیم مقاومته فلز بستگی به چند تا عامل داره یک جنس اون سیم جنس اون فلز اوکی دو به طول اون سیم و سه به سطح مقطع اون سیم خیلی قشنگه آخر کار یعنی وقتی خواستم بحث مقاومت رو جنبندی بکنم یه فرمول میگم خیلی قشنگه قانون اوه ما همه بلدیم ولی خیلی همون اشتباهش میکنیم یعنی قاعدتا وقتی میخوایم باهاش کار بکنیم اشتباه میگیریم اینجا بهت ثابت میکنم که فقط مقاومت الکتریکی تحت این شرایط کار میکنه یعنی اندازه مقاومت یه سیم به این شرایط به طول سیم به جنس سیم و به سطح مقطع سیم وابسته است یه سری عوامل خارجی تحت عنوان دما و اینام داریم که اونا هم تو خلال کار بررسی میکنم که هیچ نقطه لاین حلی برات نمونه دقت کن فرض کن من یه سیمی دارم 100 متر چند متر 100 متر سطح مقطعش چقدره یه میلی متر مربعه میخوام مقاومت رو حساب بکنم اوکی کافی من رو رو داشته باشم میزان مقاومت مخصوص رو داشته باشم و بیام بذارم توی این فرمول بگم رو ضرب در 100 تقسیم بر 1 میلی مقاومت سیم به دست میاد دو سه تا نکته بگم تبصره و بحث رو بندی میکنم رفیق مقاومت مخصوص یک در واقع فلز به جنس اون فلز بستگی داره هدایت الکتریکی یک فلز به جنس اون فلز بستگی داره اوکی تو همه فلزات مقاومت الکتریکی و هدایت الکتریکی به یک اندازه نیستن، تو بعضی فلزات هدایت الکتریکی بیشتره مقاومت کمتر تو بعضی فلزات هدایت الکتریکی کمتره مقاومت بیشتر مثلا توی مس مثل و توی آلومینیوم هدایت الکتریکی به یک اندازه نیست مس هدایت الکتریکیش بیشتر از آلومینیومه به عبارتی آلومینیوم مقاومت الکتریکیش بیشتر از مسه